شنونده رادیو ایران اینترنشنال از لندن هستید. وقت بخیر. در برنامه با خبر امروز شنبه 10 آبان ماه 31 ماه میلادی اکتبر، من فرزاد مزروی در نیم ساعت آینده همراه شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. اعلام وضعیت بحرانی در 89 شهر ایران. یک عضو شورای شهر تهران از افزایش 100% جانباختگان کرونا در پایتخت خبر داد. واکنش وزیر آموزش و پرورش به درخواست معلمان برای افزایش حقوق، کسی مجبورتان نکرده. معلمان میگویند سیاست این وزارتخانه سالهاست که همین است. ادامه واکنش‌ها به غرق شدن یک خانواده ایرانی در کانال مانش. یک ایرانی در فرانسه بازداشت شد. نماینده سردشت می‌گوید در 5 ماه گذشته 1000 نفر از این شهرستان مهاجرت کردند. و همزمان با درخواست ارمنستان از روسیه برای کمک در جنگ قره‌باغ، آمریکا میانجیگری ترکیه میان ایروان و باکو را رد کرد. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از اعمال محدودیت‌های جدید در 25 استان و 46 شهرستان خبر داد. این محدودیت‌ها شامل عدم برگزاری آموزش‌های حضوری و فعالیت سینماها، آرایشگاه‌ها، موزه‌ها و همینطور مراسم مذهبی می‌شود. پاساژها و مراکز خرید بزرگ و انجام هر گونه تمرین و مسابقه ورزشی نیز شامل محدودیت‌ها شده است. همچنین محدودیت‌ها در 43 شهرستان دیگر هم که از هفته پیش اعمال شده بود، تمدید شده. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته به دلیل مراودات زیاد بین تهران و استان البرز، مصوباتی که درباره استان تهران اجرا می شود، درباره استان البرز هم اجرا خواهد شد. محدودیت‌های جدیدی امروز مصوب شد در 25 مرکز استان جدید. در حقیقت این محدودیت‌ها ایجاد شد و همچنین در 46 شهرستان در ارتباط با گروه‌های شغلی 3 و 4. صدای علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بود که شنیدیم. در رابطه با افزایش شیوع ویروس کرونا، یک عضو شورای شهر تهران از افزایش 100% مرگ و میر در پایتخت خبر داد. حسن خلیل‌آبادی همچنین گفت احداث 3 آرامستان جدید در تهران آغاز شده. فرماندار تهران هم با قرمز خواندن وضعیت پایتخت، خواستار اعمال محدودیت‌های رفت و آمد و کاهش فعالیت سازمان‌ها و اداره‌ها در این شهر شده. از سوی دیگر، مجمع نمایندگان استان تهران در نامه‌ای به ستاد ملی کرونا خواستار تعطیلی 2 هفته‌ای پایتخت شد. معاون وزارت بهداشت هم با اشاره به جشن موسوم به بیعت با امام زمان که چند روز پیش در مشهد برگزار شد، ضمن ابراز مخالفت با هر گونه تجمع اعم از ملی و مذهبی، خواستار برخورد قضایی با این نوع مراسم شد. و در اظهار نظری دیگر، علیرضا ناجی، رئیس مرکز ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری، هشدار داده آمار جانباختگان ناشی از کرونا ممکن است به روزانه 900 نفر برسد. در ادامه، ارزیابی آلان توفیقی از پاریس رو درباره محدودیت‌های تازه که همزمان با افزایش شیوع این بیماری اعمال شده می‌شنویم. من فکر می‌کنم که این افزایش شماره جانباختگان ارتباط مستقیمی داره با وضعیت خستگی پرسنل، کمبود تخت‌های بیمارستانی و همینطور کمبود پرسنل درمانی. ببینید، کرونا یک مشکل جهانی است. الان مثلا در اروپا هم موج دوم شروع شده، اما وقتی ما مقایسه می‌کنیم وضعیت رو، چون در هر دو کشور، مثلا ایران و فرانسه، کرونا دارویی نداره، در ایران نداره، در فرانسه هم نداره. وضعیت مثلا امروز در فرانسه در 24 ساعت گذشته ما 50,000 کیس جدید داشتیم، در حالی که مثلا بر حسب آمارهای رسمی ایران دیروز 8,000 نفر آمار جدید بوده. اما در ایران دیروز 2,365 نفر فوت کردند بر اساس آمارهای رسمی، در فرانسه 256 نفر. پس ما در واقع می‌بینیم که در یک بیماری مشترک
در ایران 42% مرگ بالاتر هستش. به نظرم میرسه که این مهمترین عاملش بحث کمبود نیروی پرستاری. دبیرکل خانه پرستار هم گفته که تعداد پرستار نسبت به تخت که قبلا 1.5 بوده، حتی این 1.5 هم کم بوده قبل از کرونا، الان به 1.2 پرستار به ازای تخت رسیده. وقتی این رو ما مقایسه میکنیم با میانگین مورد نیاز جهانی که 2.7 هست، وقت میفهمیم که این کمبود میتونه یکی از دلایل در واقع افزایش مرگ و میر باشه. البته کمبود تخت ها و امکانات مورد نیاز هم میتونه یکی دیگر از عوامل افزایش مرگ و میر باشه. صدای آلان توفیقی بود که میشنیدیم، پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس. وزیر آموزش و پرورش ایران با انتشار توییتی اظهارات خود درباره حق اعتراض نداشتن معلمان به میزان حقوق یا زمان پرداخت آن را رد کرد. او گفته سخنانش به نادرست خطاب به معلمان و حقوق آنها تلقی شده. محسن حاجی میرزایی گفته سخنانش یک گفتگو با معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش و برای بکارگیری همه توان آنها برای خدمت بوده. پیشتر ویدیویی از وزیر آموزش و پرورش در فضای مجازی منتشر شده بود که وی در آن گفته بود اینکه حقوق ما را کم یا زیاد دادند معیار نیست و هر کسی که این را قبول ندارد نباید پای قرارداد را امضا کند. پس از این اظهارات، وزارت آموزش و پرورش با انتشار اطلاعیه‌ای خطاب این سخنان را معلمان ندانسته و از سخت‌کوشی آنها در دوران شیوع کرونا تقدیر کرده، اما معلمان میگویند سیاست وزارتخانه سال هاست که همین است. معنای حقوقی که میگیریم اینه که ما این خدمت رو کامل ارائه میکنیم. هر کسی قبول نداره نباید پای اون قرارداد رو امضا کنه. هر کسی امضا کرد یعنی به هیچ عامل دیگری رفت نداره، به هیچ عامل دیگری رفت نداره. فلانی خوب رفتار کرد، فلانی بد رفتار کرد، حقوق ما رو دیر دادن، حقوق ما رو زود دادن، کم دادن، زیاد دادن، به فلانی زیاد دادن، با فلان دستگاه اینجوری، هیچ معیار نیست. چون پذیرفتیم میتونیم نپذیریم، کسی ما رو مجبور نکرده. اگه نمیتونیم زیر بار این مسئولیت قد علم کنیم، بکشیم کنار. بخشی از صحبت‌های محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش بود که شنیدیم. در ادامه تحلیل شاهد علوی عضو تحریریه ایران اینترنشنال از لندن رو میشنویم در این باره که چقدر معلمان بیانیه جدید وزارت آموزش و پرورش درباره تحریف سخنان وزیر را جدی میگیرند. عملاً جدی نمیگیرند به خاطر اینکه تجزیه بی مبنا است. وزیر گفته که این سخنان خطاب به مدیران و معاونین ستادی وزارتخونه بوده، مدیر کلها بوده، که اونها اساساً اعتراضی نسبت به حقوق مزایشون ندارن. حقوقشون به تعویق نمیفته، اضافه کارشون پا بر جا هست، سفرهاشون سر جای خودشه، اونها مشکلی ندارن مثل سایر مدیران در واقع عالی رتبه در آموزش پرورش و در کلن دولت ایران. این سخنان خطاب معلمان هست به این خاطر که عملاً این رو دارن تجربه میکنن، یعنی این که الان اومده در یک برنامه گفته ضبط شده و منتشر شده، پیشتر هم عملاً این رو صحبت کردن در جای مختلف، در نشست ها با معلم ها، در سطح ادارات کل، در سطح وزارتخانه، خانه‌های معلمان با اینا برخورد داشتن. عملاً حرف اینا این هست، حقوق همینه، میخواید همین، نمیخواید برید از این سیستم برید بیرون، یعنی ساده‌ترین راه حل ممکن. به این ترتیب حرفش اصلا جدی نمیگیره. عملاً رویکرد حذفی، سلبی و همراه با بی‌مسئولیت کامل بوده. ما میدونیم که همین الان معلمانی که به خاطر فالتای صنفی برای بهبود وضع آموزش برای فرزندان این جامعه، برای بهبود زندگی معلمان به عنوان بخش از این جامعه فعالیت کردن، در زندانن. اسماعیل عبدی همین الان 10 سال حبس اضافه گرفته از دیوان عالی کشور که مرکز دادرسی کشور هست، عملاً به خاطر اینکه صرفاً به عنوان یک معلم، به عنوان مسئول کانسرس معلمان ایران دنبال حقوق صنفی معلمان بوده. به این ترتیب و آموزش هیچ کاری نکرده. ما نشنیم هیچ وقت از وزیر و معاونینش در مورد فعالین صنفی موضع بگیرن، از حقشون دفاع بکنن، معترض بشن به این که این بچه‌ها رو اصلا زندانی کردید، اینا نه خلافی کردن، نه جایی مرتکب شدن، حتی عمل، یعنی در هیچ چارچوب منطقی قابل پذیرش نیست بازداشت این بچه‌ها و برخورد با اینها. اما سفرش سیاستش در این 40 سال این بوده، این یک سازمان ضعیف هست و
از دست ما کاری بر نمیاد، شما هم به همین وضعیت بسازید. وزارت نفت و در واقع نفت به عنوان یک سرمایه زیرزمینی متعلق به همه مردم ایران هست. اون تفکر بیماری که در جمهوری اسلامی هست که خب این نفت، بله وزارت نفت نفت داره، وضعش خوبه. آخه نفت که ارث پدریش نیست. معلم ها میگن که این نفت این مملکت است. طبیعتاً اگر قرار این مملکت سرمایه داشته باشه، باید به شکل عادلانه بین همه بخشای جامعه توزیع بشه. اگر قرار جامعه امکان داشته باشه، باید همشون، همه ارکان جامعه، همه بخشای جامعه، همه طبقات اجتماعی از این در واقع نعمت یا سرمایه بهره ببرن. صدای شاهد علوی بود که میشنیدیم، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از لندن. اظهارات وزیر آموزش و پرورش در فضای مجازی هم واکنش هایی رو به دنبال داشته. وحید هروآبادی از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به طعنه نوشته: مگر در میان معاونان و مدیرانتان حقوق معوقه دارید یا مگر حقوق آنها هم کفاف نمی دهد؟ علی جزایری روزنامه‌نگار و عکاس خبری هم نوشته: جناب وزیر، آیا خودت حاضری با شرایط معلمین زندگی کنی؟ یا اینکه پذیرش حرف زور و زندگی سخت فقط برای معلمانی است که در امرار معاش مشکل دارند؟ دادستان دانکرک در فرانسه اعلام کرد یک مرد 37 ساله که هدایت قایق خانواده پناهجویان غرق شده ایرانی را به عهده داشته بازداشت شده. ملیت فرد بازداشت شده ایرانی اعلام شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، این فرد در صورتی که جرمش ثابت شود به 10 سال زندان و پس از آن اخراج از فرانسه محکوم خواهد شد. در حال حاضر این شخص به قتل غیر عمد، به خطر انداختن جان دیگران و همکاری با باندهای جنایی سازمان یافته متهم شده. به گفته دادستان دانکرک، تحقیقات برای برچیدن این باند قاچاق انسان ادامه دارد. و در واکنش به غرق شدن خانواده 5 نفره ایرانی در کانال مانش، نماینده سردشت در مجلس به وبسایت رویداد 24 گفته موضوع افزایش مهاجرت از حدود 5 ماه پیش در سردشت شروع شده. این نماینده گفته تاکنون بیش از 1000 نفر از مردان و زنان سردشتی از کشور مهاجرت کردند. کمال حسین پور گفته 20-30% مهاجران خانوادگی از مرز خارج شدند. نماینده سردشت تاکید کرده شرایط اقتصادی این شهر به گونه است که مردم هرچه دارن می فروشند و با کمک قاچاقچیان مهاجرت می کنند. نماینده سردشت همچنین در نامه ای از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده بازگرداندن اجساد خانواده ایران نژاد را پیگیری کند. در ادامه توضیحات نعیم دوستدار روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد رو می‌شنویم که از جزئیات واکنش‌ها نسبت به خبر غرق شدن پناهجویان ایرانی در کانال مانش می‌گوید. خب واکنش‌ها تقریبا میشه گفت که میشه به 2 دسته اصلی این واکنش‌ها رو تقسیم کرد. عده‌ای که خب شرایط این خانواده ایرانی رو به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی درک می‌کنن و اتهام رو در واقع تیغ اتهام رو به سمت دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی میگیرن به دلیل ناکارآمدیش وضعیت رو به گونه فراهم کرده که خب به هر حال جوانان ایرانی حاضرن همه دار و ندارشون رو بفروشن و به قاچاقچی بدن برای اینکه از این شرایط فرار بکنن. و بخش دیگری از واکنش ها کسانی هستن مثل بعضی از مقامات دولتی، مثل برخی از نمایندگان مجلس و بخشی از افکار عمومی که گمان میکنن که افرادی مانند خانواده ایران نژاد در وضعیت خودشون درباره وضعیت اقتصادی خودشون و مشکلات خودشون اقراق میکنن و شرایط و امکانات کافی برای یک زندگی به شکل آبرومندانه در ایران فراهم هست و حتی کارو برخی به جایی میرسونن که مقایسه میکنن با کشورهای خارجی و میگن که شرایط ایران چندان هم بدتر از کشورهای خارجی نیست. وقتی رئیس جمهور مملکت صحبت میکنه و رشد اقتصادی ایران رو، وضعیت اقتصادی ایران رو با کشوری مثل آلمان مقایسه میکنه، یا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس میگه همه کشورها مشکل دارن و وضعیت ایران هم چندان متفاوت نیست، خب میشه انتظار داشت که بخش از افکار عمومی هم به این نوع در واقع تحلیل ها تمایل نشون بدن و فرض رو بر این بگذارن که
زندگی در ایران قابل تحمله و اشتباه رو به گردن در واقع مهاجرانی بندازن که همونطور که توصیف کردم بعد از سخت‌ترین شرایط حاضرن از کشور مهاجرت کنن. صدای نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد بود که میشنیدیم. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته مذاکرات فوری درباره کمک روسیه به امنیت ارمنستان را آغاز کند. وزارت خارجه ارمنستان با انتشار بیانیه اعلام کرد نخست وزیر ارمنستان از رئیس جمهوری روسیه خواسته مذاکرات فوری را با هدف مشخص کردن کیفیت و کمیت کمکی که فدراسیون روسیه میتواند به ارمنستان در زمینه تضمین امنیتش بدهد آغاز کند. وزارت خارجه روسیه در پاسخ به این درخواست ارمنستان اعلام کرده اگر درگیری ها به داخل خاک ارمنستان کشیده شود آماده کمک به ایروان است. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید ترکیه نمیتواند به عنوان میانجی در جنگ قره‌باغ عمل کند. در همین حال آمریکا، روسیه و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند بر اساس توافق ارمنستان و آذربایجان غیر نظامیان نباید به صورت عمد مورد هدف قرار بگیرند. این توافق روز جمعه در پی دیدار وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان در ژنو شکل گرفت. دو طرف در این دیدار توافق کردند اسامی اسرای جنگی را به منظور تبادل احتمالی طی یک هفته آینده ارائه کنند. همچنین در این بیانیه تاکید شده دو طرف درگیر به آتش بس انسان دوستانه پایبند باشند و آغاز مذاکرات صلح را در دستور کار خود قرار دهند. در یک هفته گذشته به دنبال تشدید درگیری میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه قره‌باغ شمار کشته شدگان غیر نظامی افزایش یافته. هر دو طرف درگیر یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. و در تحولی دیگر در رابطه با جنگ در قره‌باغ، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با طرح میانجیگری میان ارمنستان و آذربایجان شب گذشته وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد و با معاون وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد. عراقچی پس از این دیدار در توییتی نوشت ایران و ترکیه از مهمترین کشورها با نقشی غیرقابل انکار در صلح و ثبات منطقه هستند. عراقچی همچنین در گفتگویی بر نقش گروه مینسک تاکید کرد، با این حال گفت این گروه در ایجاد صلح در قره‌باغ ناکام مانده. عراقچی پیش از ترکیه از آذربایجان، روسیه و ارمنستان دیدار کرده بود. در ادامه ارزیابی حسین علیزاده، تحلیلگر روابط بین الملل از لندن رو میشنویم که افق روشنی را برای پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک در درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان پیش بینی میکند. منازعات آذربایجان و ارمنستان پیش از این هم به صورت گرم، جنگ گرم ادامه داشت، پیدا کرده بود و نهایتاً هر دو وارد فاز مذاکراتی شدن. اشاره من از سال 1994 به بعد هستش که منطقه قره‌باغ تصرف شد توسط ارمنستان، ولی به هر حال آذربایجان پذیرفت که یک مذاکرات طولانی البته بی نتیجه‌ای رو گردن بنهد. الان هم در واقع همینطور هستش، به دلیل اینکه ارمنستان حامی مهمی داره مثل روسیه و از اون طرف آذربایجان هم چندان قدرت ادامه جنگ بسیار طولانی رو نداره. پس بنابراین اگر صورت مسئله از وضعیت منازعه گرم مرتفع شود، ناگزیر راه دیپلماتیک باز می شود. الان هم کانال‌های زیادی فعال شده، همین گروه مینسک که پیشنهادهایی که ترکیه داده برای میانجیگری، پیشنهادی که ایران داده، یک دور مذاکره‌ای که در موسکو انجام شد برای آتش بس، یک دور مذاکره‌ای که در واشنگتن انجام شد برای آتش بس. گرچه این راه دیپلماتیک به نتیجه نرسیده، اما روشن هستش که راه دیپلماتیک فعال شده و امید این هست که مانند گذشته این هم به یک سرانجام برسه. ایران نقش مهمی در منطقه داره، با هر دو کشور همسایه هستش، از هر دو قومیت آذری و ارمنی در خاک خودش هستش. خاکش تا اندازه مورد خطر قرار گرفته، دیدید بعضی موشک‌های به خاک ایران اصابت کرده. از سوی دیگر هم همونطور که اشاره کردم
مذاکراتی که در موسکو و واشنگتن برای آتش بس انجام شده به شکست انجام میده. پس بنابراین ایران میتونه بگه که حالا من میخوام یه رولی رو ایجاد به بازی بکنم، به ویژه اینکه ایران نمیخواهد دو سوی منازعه با راه حل نظامی کار رو پیش ببرن، یعنی یک نفر برنده نظامی باشه. این نکته اول در معادلاتی که تهران محاسبه کرده. معادله دومی که در محاسبات تهران هست این که ایالات متحده به اصطلاح سینگل اوت بشود، یعنی حالا اگه قرار توافقی بشود، اگه قرار مذاکره بشود، اگه قرار آتش بسی بشود، بین ایران، ترکیه، روسیه انجام بشه، کمک بکنن به تو طرف منازعه، آمریکا سینگل اوت بشه. صدای حسین علیزاده تحلیلگر روابط بین الملل از لندن بود که میشنیدیم. با گذشت 3 روز از کشته شدن 3 نفر توسط یک مهاجم افراطگرای تونسی در شهر نیس فرانسه، واکنش‌ها به این اقدام همچنان ادامه دارد. فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان با محکوم کردن هر گونه خشونت درباره قوت گرفتن نفرت پراکنی و بیگانه ستیزی پس از این حمله هشدار داد. از سوی دیگر به دنبال حمایت امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آزادی بیان و انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام، در کشورهای اسلامی اعتراض و واکنش‌ها به رئیس جمهور فرانسه همچنان ادامه دارد. مقام‌های فرانسوی هم اعلام کردند مردی را تحت بازجویی قرار دادند که مظنون به همدستی با عامل حمله روز پنجشنبه است. احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال از برلین و جزئیات بیشتر در این باره. خب واکنش هایی که داره انجام میشه به 2 بخش میشه اون رو تقسیم کرد. یک بخشش هست خب رهبران کشورهای غربی میان و ابراز همدردی کردن با قربانیان، بازماندگان قربانیان این حادثه، و خب در کنار رئیس جمهور فرانسه ایستادن و اعلام کردن که در برای آزادی بیان همه کاری انجام میدن، از جمله آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، از بریتانیا همچنین آقای جانسون، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و یا حتی نخست وزیر استرالیا و حتی رئیس جمهور مصر، اینا پیام فرستادن برای آقای مکرون و خب با او ابراز همدردی کردن. اما خب در سوی دیگر هم ما شاهد تظاهرات هایی هستیم در کشورهای اسلامی مثل پاکستان، بیروت، در لبنان یا در موریتانی و یا حتی افغانستان. اینها کشورهایی هستند که در اونجا تظاهرات برگزار شده و در برخی جاها هم به خشونت کشیده شده، که حتی مثلا در لبنان به سمت اقامتگاه سفیر فرانسه داشتن حرکت میکردن که با پلیس درگیر شدن. با این حال ما میبینیم که اگرچه در سوی غربی تاکید میشه بر این که باید همزمان یک تعادلی ایجاد کرد بین خشونت و دفاع از جامعه باز، اما میبینیم که خب در کشور اسلامی مثل آقای اردوغان آقای مکرون رو متهم میکنه به این که به دنبال برنامه‌ریزی بر علیه مسلمانان هستش، که همین هم واکنش‌هایی به دنبال داشت از جمله آقای اشتاینمایر که اعلام کرد که این گونه اظهارات ممکن هستش که موجب تشویق انجام حملات مشابهی در آینده بشه. توضیحات احمد صمدی بود که می‌شنیدیم، خبرنگار ایران اینترنشنال از برلین در آلمان. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. رسانه‌های ایران از اقدام به خودسوزی یک کارگر جوان در شهرستان رودبار مقابل یک شرکت معدنی که اخیراً از آن اخراج شده بود خبر دادند. منابع محلی می‌گویند این کارگر حدود 4 ماه پیش از یک معدن ماسه اخراج شده و با وجود تلاش برای بازگشت به کار با ممانعت مدیران معدن مواجه شده بود. همزمان فرماندار رودبار در واکنش به خبر خودسوزی این کارگر او را فردی بی نظم و دارای سابقه درگیری فیزیکی خوانده. صدا و سیمای استان گیلان هم از او به عنوان فردی معتاد نام برده. پلیس فدرال آمریکا FBI و همینطور وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در بیانیه مشترک اعلام کردند هکرهای ایرانی هفته گذشته با هدف دخالت در انتخابات آمریکا موفق شدند دست کم در 1 ایالت به اطلاعات رای دهندگان دسترسی پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز در ویدیویی که از طرف هکرهای ایرانی منتشر شده، اطلاعات شخصی رای دهندگان ایالت آلاسکا به طور مختصر نشان داده شده، اما مقام‌های امنیتی آمریکا و مسئولان انتخاباتی آلاسکا از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند.
هفته گذشته مقام‌های امنیتی آمریکا اعلام کرده بودند هکرهای مرتبط با حکومت‌های ایران و روسیه جداگانه و با هدف دخالت در روند انتخابات آمریکا به اطلاعات شماری از رای دهندگان آمریکایی دست یافتند. به گفته آنها هکرهای ایرانی برای آسیب زدن به وجهه دونالد ترامپ و همینطور حس بی‌اعتمادی به روند انتخابات ایمیل‌های جعلی و تهدیدآمیز به مردم فرستادند. بنابر اعلام سازمان مدیریت بحران ترکیه تعداد کشته شدگان زمین لرزه ازمیر تا کنون به 25 نفر رسیده و بیش از 800 تن هم مصدوم شدند. این زمین لرزه به بزرگی 6.6 ریشتر بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی ترکیه، یونان و چند کشور دیگر منطقه را لرزاند. دو تن از کشته شدگان این زمین لرزه ساکن جزیره ساموس در یونان بودند. در اثر این زمین لرزه چندین ساختمان در ازمیر فرو ریخته. و در ادامه برنامه باخبر امروز مرور کوتاهی داشته باشیم بر خبرهای رسانه‌های بین‌المللی در چهارسوی جهان. چهارسوی جهان. قرنطینه سراسری دوباره بیخ گوش بریتانیایی ها. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن می نویسد گروهی از دانشمندان مشاور دولت بریتانیا به نخست وزیر این کشور هشدار دادند سرعت شیوع ویروس کرونا در این کشور به حدی رسیده که ممکن است شمار جان باختگان در طول زمستان از 85,000 نفر هم فراتر رود. این پیشبینی حتی از بدبینانه ترین سناریویی که دولت بریتانیا خود را برای آن آماده کرده بود نیز بیشتر است. در میانه نگرانی از مواجهه بیمارستان‌ها با سیل مبتلایان به کرونا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گزینه برقراری مجدد قرنطینه سراسری را سبک و سنگین می‌کند. پیشبینی می‌شود آقای جانسون روز دوشنبه در نشستی خبری محدودیت‌های جدید را اعلام کند که می‌تواند تعطیلی تمام مراکز و اماکن به جز فروشگاه‌های مایحتاج ضروری و مراکز آموزشی را شامل شود. آمریکا رکورد شمار روزانه ابتلا به کرونا را شکست. به گزارش شبکه خبری CNN، ایالات متحده با ثبت بیش از 100,000 مورد جدید ابتلا به کرونا در روز جمعه، رکورد جهانی آمار روزانه ابتلا به کرونا را شکست. همچنین بیش از 1,000 نفر در این کشور در اثر ابتلا به کرونا در روز جمعه جان باختند. به این ترتیب با توجه به این آمار در دو روز گذشته در هر ثانیه بیش از 1 مورد ابتلا به کرونا در آمریکا ثبت شده است. بنابر آمار دانشگاه آمریکایی جان هاپکینز، مجموع مبتلایان ثبت شده کرونا در ایالات متحده دست کم 9 میلیون نفر است و نزدیک به دست کم 230,000 نفر هم در این کشور قربانی این بیماری شدند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای پایانی کارزار انتخاباتیش و در جمع هوادارانش که اغلب بدون ماسک و بدون رعایت فاصله اجتماعی تجمع می کنند، پزشکان را متهم کرد که در حالی که بیماران از کرونا می میرند، آنها پول بیشتری در می آورند. و افتتاح اولین قصابی گوشت گیاهی بریتانیا. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با روز جهانی گیاهخواری، اولین قصابی بدون گوشت حیوانات در بریتانیا در شمال لندن افتتاح می شود و قرار است محصولات گیاهی جایگزین انواع محصولات گوشتی را ارائه کند. تقاضا برای محصولات گیاهی در سالهای اخیر رو به افزایش بوده. برخی مصرف محصولات دارای مواد حیوانی را به کل قطع کردند و برخی دیگر از میزان مصرف هفتگی گوشت و لبنیات کاستند. به گزارش یک شرکت حقوقی، ثبت نشانهای تجاری برای ارائه محصولات پروتئینی گیاهی در بریتانیا در سال گذشته بیش از 120% افزایش داشته است. به این ترتیب به پایان باخبر امروز رسیدیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. تا فردا و باخبری دیگر، خدا نگهدار.